پایان همانی تو جاه دار ای دشمنت تو سنگ خواهی من آهنم جان من تدای خواهی تو که میرنم بهه کشور از من, من راه تو بر شما بینندگان عزیز خیلی خوش آمدید برنامه شما و صدای شما سعی کردم دیروز دیشب یه مقداری توضیح بدم که برنامه امروز راجع به چی خواهد بود راجع به چی صحبت میکنیم دلیل هم داشت برنامه امروز رو من خواستم زنده که تو چشمتون نگاه بکنم شماها تو چشم من نگاه بکنید چون خیلی معنی داره خیلی معنی داره وقتی تو چشمهی که نگاه میکنید صحبت میکنه که ببینید که بعضی ها میتونن تشخیص بدن بعضی ها میتونن تشخیص بدن مدت ها بود مدت ها بود از روز اول سپتامبر که من اولین برنامه یوتیوب رو پخش کردم مردم از من میخواستن و من قول داده بودم که خاطرات رنگارنگم رو یه روزی بیان بکنم یه خود طول کشید صحبت بعد از صحبت میگه آقا چرا نمی کنی، چرا نمی کنی، چرا نمی کنی تا رسید به اونجایی که اون چهارشنبه ای که من خبر فوت داور دریافت کردم از خود رنگارنگ وبسایت رنگارنگ حالا اونم براتون الان مشخصا توضیح میدم من این عقب انداختم عقب انداختم عقب انداختم از زیرش در رفتم عقب انداختم چون پیش خودم فکر میکردم که خب حالا که الان اینجوری شده شاید یه چیزی پیش بیاد من یه چیزی بگم که مثلا داور بخواد جواب بده و اون دیگه نیست میبینید که تا به امروز سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر دیگه الان آخر دسامبر چهار ماه این رو عقب انداختم نکردم فقط به اون دلیل فقط به اون دلیل ولی ببیننده عزیزی برای من یه تیکه از صحبت هایی که توی این رادیوی رنگارنگ شده فرستاد که واقعا من آتیش زد و تصمیم گرفتم که اون کاری که نمیخواستم بکنم رو انجام بدم نه خوب گفتن از کسیه نه موضوع بعد گفتن از کسیه اون چه که بود اون چه که بود میدونم خیلی ها رفتن ما رو ترک کردن چون اون زمانی که من میخوام راجع صحبت بکنم در شروع زمانی است که یک مشت مسنترهای ایرانی که اینجا آمده بودن هیچی نداشتن نه زبون بلد بودن نه جایی میتونستن برن نه کاری میتونستن بکنن نه هیچی 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 بلد نبودن و دلخوشیشون به یک همچین چیزایی بود در این برای امریکام شرق امریکام چیزی نداشتیم اون رو هم براتون توضیح میدم باید یکی دو نفر حداقل پنج نفر ده نفر از اینها باقی مونده باشن که بتونن مشخصا صحبت من رو بشنون و شهادت بدن میبینید شهادت بدن که آقا رو درست میگه یا غلط میگه یا شالاتان بازی داره در میاره یا هر چی باید کسانی یادشون باشه که از اون سالهای 1995 و 6 و 7 و میلادی چه روزگار اینجا داشتن از نظر اینی که یه چیزی باشه گوش بکنن نگاه بکنن چون خب زبان انگلیسیشون اونجوری نبود باید باشه و اما چی بود که من رو بادار کرد که امروز برنامه زنده رو مختص بکنم دیرون اعلام کردم نمیدونم چند نفر شنیدن چند نفر به چند نفر گفتن همه اینجا دارم پای زوم هستید میدونید برنامه امروز یک کمی متفاوت خواهد بود گفتم عزیزی برای من یک تیکه از صحبت های یا شاید برنامه آخری رنگارنگ رنگ بوده فرستاد که من گوش کردم یک آقایی زنگ زده بود یا بهش زنگ زده بودن میدونید که رنگارنگ این رادیوی رنگارنگ چه جوری گاهی یه قاد یه هفته دو هفته یه دفعه میان میشینن یه صحبت هایی میکنن چجوری عمل میکنن یه لیستی دارن از کسانی که باید صحبت بکنن یا نکنن خودشون بعضی ها رو زنگ میزنن میارن رو خط میگن یه سی بگو دیدید که گاهی اوقات بین تلفن ها یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه تا, تا پنج دقیقه شم من در اون برنامه اول دومشون دیدم که بنزه پونزه بیس دقیقه نگاه کردم فاصله است که برن یکی رو پیدا کنن بیاد اون حرفایی که دلشون میخواد بزنن به هر حال یه آقای اومد و یه مشت و چرندیات و حرفای مفتزه و مزخرف راجع به من زد که همشم دروغ بود و پتبختی اینجا بود که سرکار خانم فرزانه خواهر داور نشستن و بعدش باش پامنبری کردن و به حرفاش اضافه کردن این آقا که زنگ زده بود با کمال دروغ فضاحت داشت میگفتش که من بعد از فوت داور راجب او صحبتهایی کردم نه همچین چیزی نبود زمانی که یه دی جوون منو کشیدن توی تلگرام که برایشون پیغام بذارم پیغام های صوتی بذارم بله من کردم به رنگارنگ آرز داور صحبت کردم دواجه کردید؟ داورم هر یه حاضر بود بود این دروغ اولیه ایشون گذشت و گذشت و گذشت صحبتش رو ایشون کرد سرکار خانم فرزانه خواهر داورم برگشت پامنبری با ایشون یه جملهش الان یادمه که میتونم بهتون بگم و اون این بود که بله آقای عطاوکی هم اومده که از راه یوتیوب امرار معاش بکنه من اومدم از راه یوتیوب امرار معاش بکنم یک همچین روزی باید بدبخت ترین روز و روزگار زندگی من باشه معلومه که از یوتیوب هیچ خبر ندارید بله هستن کسایی که میکنن ولی من اون وقت رو ندارم که بیام بذارم صبح تا شب بشینم مثل اون آقایی که در یه روز ده تا برنامه پر میکنه پخش میکنه پخش میکنه. من اونجوری نیستم توی این جریان یوتیوب هم پولی نیست من اگر به شما بگم یکی از برنامه که 2800 نفر در یک مرحله دیده بودن در حدود 2000 خوله نفر در مرحله زندش دیده بودن چهار دلار چهار دلار <تصفح> <تصفح> توش بود میشه بعضی ها میکنن ولی من نمیتونم من اون وقتش رو ندارم توجه رو کردید این منو مجبور کرد این افتضاح این شیادی این دروغگویی منو مجبور کرد بازم میگم بله من اون جوان رو که میخواستن مقداری پیام صوتی گذاشته بودم و روزی که یادم میاد درست داشتم به طرف ماشینم میرفتم تلفن من تلگرام دیدم علامت داد نگاه کردم دیدم یکی نفر راجب به فوت داور نوشتن من خود ناراحت شدم جواب دادم جوابم صوتی دادم که آقایون خواهش میکنم این دری بریا رو نگیم مزخرفات رو درست نیست دیگه این خارج از حده بلافاصله من جواب دادم که نه آقای تو بکی نه خودت برو چک کن خودت برو چک کن پنج نفر شش نفر ده نفر برای من پیغام فرستادن که خودت برو چک کن برو توی وبسایت رنگارنگ خودت برو چک بکن ما اینو اونجا دیدیم اینه میخوام بهتون بگم که حالا میخواید بخندید بخندید میخواید نخندید نخندید گفتم چک بکنم ببینم چیه جریان اومدم زنم رنگارنگ دات کام دیدم ای چیزی بالا نمیاد دیدم ای تا اون روز من وبسایت رنگارنگ رو نرفته بودم توش ببینم اطلاعی نداشتم حتی آدرسش رو نمیدونستم پیش خواهم فکرم نکنه دارم این اشتباه میزنم نکنه rangarang.org نه اون که نمیشه باشه گفتم بذار دونه دونه امتحان میکنم زدم rangarang.us داد یو دیدم اومد بالا و با حیرت دیدم که در همون صفحه اول از طرف خانواده اعلامیه ای صادر شده که داور فوت کرده همین به همین به همین نه تاریخش نه روزش نه اینش نه اونش نه هیچی همون آن من برگشتم به تلگرام و یک پیام صوتی گذاشتم که آقایون خانم ها اینجا تموم شد صحبت راجع به داور صحبت راجع به رنگارنگ تمام شد دیگه صحبتی نمی کنیم چون ایشون نیست اینطور که توی وبسایتش من میبینم و خانوادهش اعلامیه ای دادن بله من اینجوری عمل کردم و اون شیاد بی همه چیز پس فطرت اومده بود میگفتش که من از فوت داور بعد از فوت داور صحبت کردم از فوت داور سو استفاده کردم از این حرفا نداداشم نه قربونتون من اونها را قبل از فوت داور کرده بودم و همون چهارشنبه همون چهارشنبه اعلام کردم به همه که دیگه صحبتی روزی به اون جریان نه داور و نه رنگارنگ نمی دونستم که خانواده بازماندگان چه برنامه‌ای دارن چی کار میخوان بکنن مردم اصرار،, اصرار 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 که آقا شما اونجا نزدیک هستی برو اونجا ببین سرگوش یابدان اونجا من برم چی بگم اونجا تا اونجا که من میدونم داور بود و داور تو اون خونه الان هم اگه فوت کرده باشه کسی اونجا نیست من کجا برم چهارشنبه گذشت شد پنجشنبه بالاخره گفتم نمیدونم یه چیزی من گفتش که آقا برو اونجا یه سرگوشی بده من رفتم که اتفاقا برخوردم به خانم فرزانه داور برادر داور که از میشیگان اومده بودن یا از ماساچوست اومده بودن یک کدومشون و یکی دیگه که اون شخص رو من میشناختم آقای محمد درمون اونجا هستن من با تعجب گفتم گفتن بله اونجا بود که من گفتن که ایشون جمعه شب جمعه شب قبل از اون چهارشنبه فوت کرده که میشده صبح مردم در ایران بنابراین شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج روز بعدش خبر رو منتشر کرده دادن. حالا چرا نمیدونم قصد و منظورشون چی بود نمیدونم برها می مقداری صحبت کردیم و از این حرفا اونجا اومدیم رفتیم و که من اون فیلم کوتاه هم گرفتم از اونجا گذاشتم برای اونهایی که توی تلگرام میخواستن خیلی اصرار میکنن خب کجا بود چی بود چه جوری بود از بیرونش نه من بعد از فوت داور صحبتی نکردم بی شرم بی حیا و شما سرکار خانم فرزانه خواهر آقای داور پا من بلی کردی نشستی اونجا با اون حالا یا خودتون تیرش کرده بودین یا یک بیشرف بی وجدان بود منظورتون چی بود من نمیدونم که بعدم برگردی به یکی آره اتابکی اومده از یوتیوب امرار معاش بکنه اینا رو ببینی هنوز میتونه هزار و یک نوع کار انجام بده احتیاج مثل شما ندارم که بیام بشینم اونجا هفته یه دفعه دو هفته یه دفعه از پنج تا کلمه حرف که میزنم ستاش آنوسی 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 آنوسی, آنوسی, آنوسی باشه دو تاشم. مردم پول بفرستین پول بفرستین پول بفرستین پول بفرستین یاد میاد برنامه اولش گذاشتیم اگه شما مردم گفتین که تا بیستم اکتبر میتونین خودتون بکشین و اونجا و بعدم دیگه پول ندارید بعدا برگشتید اومدید گفتی که خدا رو شکر مردم پول فرستادن حالا تا میتونین خودمون تا آخر دسامبر بکشین و از اونجا و بعدم توقف نکردید آنوسی 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 مردم پول بفرستین مردم پول بفرستین مردم پول بفرستین برنامه شما اینه حالا برمیگردید راجع من مزخرفات میگید دیگه از شما توقع نداشتم از شما توقع نداشتم شما رو قبلا دیده بودم نه اما ببینم اگه کسی پای زوم باشه که میدونم هستن دیدمشون همین یک لحظه پیش آه، بله خیلی هم هستن اینو میخوام بهتون بگم همه تون دارین این رو الان زنده میبینید دواجه کردید این برنامه مختص خاطرات من به از رنگارنگ اگر سوالی مطلبی راجع به اون دارید تا اینجا که من گفتم چیزهایی هست که میخواید بشنوید که من ممکنه یادم بره یک کاغذ قلم هم اینجا گذاشتم نظراتون رو اگر مطلبی دارید بنویسم که راجبش مشخصا صحبت بکنم تا اونجا که یادم بیاد خواهم گفت امیدوارم هستم در همین یک جلسه تموم بشه و بره چون هیچ علاقه ای ندارم به یادآوری اون روزها به عمری که اونجا تلف کردم در رنگارنگ و برای اینکه زیر بنا رو بچینم باید یه مقدار راجع به خانه ایران صحبت بکنم که بدونید اصلا تماس اولیه من با رنگارنگ و داور چی بود چجوری از دورا دور از پای تلفن باش آشنا شدم یک جلسه فقط باید اینها رو بگم که بدونید دقیقا دارم راجع به چی صحبت میکنم باید اینا رو بگم میخواد گوش کنید گوش کنید میخواید گوش نکنید گوش نکنید میخواید عوض کنید برید این شامورتی بازی های دیگران رو نگاه کنید بکنید هیچ مهم نیست من کاری که باید بکنم میکنم و تموم شده رفت در مواقعی هم یو ممکنه ببینید که لایف ستریم این زنده رفت نگران نباشید برمیگرده دیگه هم خودم علاف کسایی که میخوان بیان دری بری بگم فاز این حرفا نمی کنم یک دونه تلفن الان میگیرم تعجب بکنید امروز راجب به خاطرات من از رنگارنگ مسئله اینجا درباره قتل محسن نمیدونم فخری زاده و نمیدونم انتقاد از برنامه یلا و اینها رو مسئله ای نیست اینم میخوام بهتون بگم توجه داشته باشید من هیچ گروه و کانالی جایی ندارم نه تو تلگرام نه توی واتساپ نه توی اینستاگرام هیچ جا یه تلگرامی هم که دارم از سالها سالها, سالها، سالهای پیش داشتم اونم شخصیه گروهی نیست میان بعضی ها پیغام میذارن صحبت میکنن اینستاگرام و اون واتس اپ رو هم که میدونید من هیچ هر کسم اومد گفت کانال کامران عطابکی کانال رسمی کامران گروه کامران به من هیچ تعلق نداره هیچ کاری باشون ندارم نواجه کردید این رو میخوام بدونید چون بعضی ها این صحبت ها رو میکنن رجا برنامه شب یدلا انتقاد انتقاد میخواید بکنید بکنید چی کار کردم اومدم یه مقداری راجب رسم و رسوم و مراسم و از و چهار تا آهنگ گذاشته و مردم التماس کردم خواهش میکنم میدونم خوش نیستید میدونم خوب نیستید بلی حالا امشب پاشین بزنیم برخصیم یه کارایی بکنین خواهش میکنم این سنت قدیمی رو نگه دارید و از این صحبت ها کردیم میخواید انتقاد کنید انتقاد کنید یه دیگه آمدن یه چیزایی گفتن آقا این دیگه چی چی بود که بخوان انتقاد بکنی سعی کردم که سنت های دیرینه ایران رو زنده نگه دارم. انتقاد میخواد بکنه انتقاد بکنه انقدر بکنید از این بیشتر این همه مردم که نگاه کردن هم زنده هاش رو هم بازپخشش رو در حدود نزدیک به پنج هزار نفر آقا چهل تا لایک داشته آخه این دیگه چی چی بود که لایک نداشته باشه چی بود یه برنامه بود از سنت دیرینه باستانی ایران یه صحبت هایی کردیم چهار تا آهنگ گذاشتیم یه خود خاطرات گفتیم تموم شد رفت نزدیک پنج هزار نفر این رو دیدن چرا چهار تا لایک دارن این زحمت هم به خودتونه این میخوام ببینم حالا از اون بر اونای دیگری که دیگران تیر میکنن بیان الان دیده بیش از سه هفته است که میان تق و تق دیسلایک رو میزنن و شما این قدرت مبارزه هم با اونا ندارید ندارید و یا نمیخواید یا نمیکنید دستون درد نکنه دستون درد نکنه من الان آقای عقاب امسردم اولی اون بالاست من شما رو میارم توجه بکنید برنامه امروز راجع به خاطرات من از رنگارنگ اگر مطلبی دارید چیزی میخواید دیگه سوالی دارید میخواید ساجستشنی بکنید که من راجع به این و این رو بگم اینم بهتون بگم به ترتیب من باید بگم برم یعنی الان یه سوال اگه بکنین که مربوط به مثلا ده دقیقه دیگه باشه من جواب نمیتونم بدم راجع به اون صحبت نمیتونم بکنم به موقعش که رسید بله میکنم نظرتون صاحبه نظرتون درسته ببینم که ایشون چیزی دارن راجع به این موضوع بگن آقای اوقاب آمستردام اینجا پره منتظرتون هستم از حضور شما که میبخشید من رو آقای اقاب آمستردام لطفا دو مرتبه بفرمایید هرچی که گفته بودید دو مرتبه بفرمایید درود بر شما درود بر شما ازم بفرمایید خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم و حالا مثل اینکه که امشب درباره تلویزیون رنگارنگ اگه سوالی داریم یا میخوام صحبت کنیم درسته؟ درست؟ بله خاطرات من از رنگارنگ باشه آیا تا من به نظر من و فکر میکنم به نظر بیننده دیگه تلویزیون رنگارنگ وقتی که به قول معروف برنامه شو شروع کرد و شما به اون اضافه شدین عده خیلی زیادی برنامه شما رو دنبال میکردن واقعیت هم بله. همینه بله اینو من نمیدم شما اینو قبول دارین که دقیقا میدونم دقیقا میدونم حالا در خاطر خاطرم خواهم گفت دقیقا میدونم بله بله و آقای داور چندان خلاقیتی نداشت ما حالا ایشون فوت کرده چیز بدی هم نمیگیم ایشون بیشتر سعی میکرد فوش و بد و بیرو اصلا سواد سیاسی آقای. که خب اینو جانم. بزن... الان بگم داور در اون زمان اصلا صحبتی بکنه جایی بشینه حرفی بزنه جلو دوربین بیاد خودش پشت چهار تا عکس قایم بکنه اون رو هم نمی کرد الان من از اون اولش قدم به قدم همه رو میگم شما صحبت که دارید میکنید مال بعد مال بعد که من رفتم بفهمید چیز مشخصی راجع به اون روزها بله, بله من صحبت بدم بله منظور حرف من اینه که یه جورای آقای شما از خودتون نجابت به خرج دادین و شاید خیلی وقتهای پیش یه چیزا هم به گوشتون شنیده شده از این ورنز وقتی که خود آقای زنده بودن بعضی از تماشاگرها می در از ایش از ایش از ایشون ایش سوال گفتن آقا یه بحثی باش میکرد بعد اسم شما رو می آوردن ایشون او ناراحت میشد و می گفت نه نیستش به من چه فلا می با طرف دعوا میکرد که راضی نبود کسی اسم شما رو بیاره اونجا خب ایشون میتونست قشنگ با طرف صحبت کنه آقا مثلا آقا حالا ما با هم, 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 هم کاری نداریم به هر علتی فلان اما ایشون زود عصبی میشد آقا عتابکی میدونم 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 از از خیلی آشنیدم میدونم میدونم به علت اینکه ایشون عصبی میشد مثل اینکه شما رو یک رقیب میدید به نظر من حالا چه محبوب. جوری حالا چه جوری نمیدونم من کاری نمی‌کردم که رقابتی با اون بکنم سرم به زندگی خودم بود درسته میدونم اما خب آقای عطاوکی حالا شما شما چه اینو بخواین یا نخواین مردم ایران تلویزیون رنگارنگ و, رنگ و آقا جون من این حقیقت به خاطر شما نگاه میکردم الان تلویزیونشون رو نگاه کنین مذرت میخواه اصلا نه روح داره نه این خانم هم که اومده بلد نیست صحبت بکنه بلد نیست بحثی بکنه هر کسی هر چیزی میخواد میگه بعد میگه خیلی ممنون متشکرم و اصلا هیچ به درد نخوره این تلویزیون رنگارنگ آیا حتا بکنی نمیدونم شما سنوساتون چجوریه من فقط میخوام تاریخ ها رو به هم رب بدم حدود چند سالتونه؟ من سی و شیش سالم و خب. شما اینجا کسی دارید از قبل خانواده ای پدری مادری امه ای، خاله ای دایی اموی کسی که در اون زمان ها که میگم سال های 1996 و 78 که به, ت... به, این تلویزیون رنگارنگ رنگ توجه میکردن؟ من که خودم از سال 2006 شروع کردم نگاه کردم خب پس... بس... خاطر شما بود نه با... کسی هم نده آشنا ماشنا کسی هم نده در خانوادتون که اون زمان ها نگاه میکرده یه پسر همون دارم موریس اون تو لندن زندگی میکنه ایشون نگاه میکردن یه چیزای واسه هم گفتن بله بسیار خوب محبت کردین خیلی ممنونم یه آه... سال سوال آخر آیا بفرمی. اجازه بفرمین بد... آیا آه... شما خودتون رو نکنین و برنامه هایی که توی یوتیوب هم میذاری همین ادامه بدین و یه بحثی دیگه الان تو آمریکا لطفا موازه با خودتون باشین چون این ویروس کرونا جهش پیدا کرده نمیدونم خبرشو دارید بله 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 میدونم ممنونم از محبتتون و بله آره و بله مثل این که این متادام نمیگیرن شما بله یکی دیگرم میگیرم و بعد دیگه شروع میکنم به اون بعد در خاتمه هر قسمتی سعیم رو خواهم کرد که یکی یک تا نظر از این بر بگیرم یکی که حالا نمیدونم خودشون رو اصلا کسی دیگه خودشو لوس کرده به این اسم میبینید که بردم اتون بفرمایید آقای عطاکی میخواستم درباره این خانم فرزانی ویسی سوال بکنم بفرمایید ببینید این ما این برنامه های ایشون نگاه میکردیم و حتی برنامه خود آقای داور چی شد حرفای نگاه... جالبی در بار... آقای چی شو نگاه میکردید؟ ب... بفرمایید که گوش میکردید گوش میکردید بله. بله بله چون که حاضر رادیو اونا بله. جرعت بله. این, این که نمیارن. اونا این که بیا مثل من بشینن صورتشون رو بذارن اینجا که همه ببینن ندارن همین بوده ندارن ببینید آ... آقای داور مثلا صحبتهایی در بارشما میکرده در اون زمان میگفتن که فایل صوتیش هم هست شما اینا میگفتن که آقای دا... آقای آقای که اون زمانو مثلا میواده برای ما کار می کرده. <می> می کرده؟ <می> <بایده> میکرده کار میکرده؟ کار می‌کرد. ایشون اینا رو میگفتن خب، می بیجا... که تو کار فرشا رو مثلا حمل و نقل میکرده فرش میفروختن ایشون کمک میکرده بله شوف... شوفری میکرده برای ما حالت آبدارچی بوده اینا رو نظر شما چیزه اینا رو که من نمیتونم قبول بکنم متاسفانه چون دیگه باید خیلی 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 احمق بوده که همچین حرفایی بزنه آ... کار زندگی من داشتم بدبختی داشتم هزار مقافات داشتم زن و بچه داشتم انواع و اقسام آ... مثل همین آ... سرکا خانو فرزانه که برگشته گفته که حتی بکی اومده از یوتیوب امرار ماش بکنه آ... خب من بعیدم نیست شاید باور بکنم ولی برحال نهانیز برای اینکه من زیربنایی رو درست بکنم ساختمان رو درست بکنم که همه بدونید که از اول چه جوری شروع شد بعد براتون گردونم به, به سه سال قبل از به سه سال قبل از اینکه من همکاریم رو با اون تلویزیون رنگ و رنگ شروع کردم که بدونید اصلا چی شد برداشت من چی بود برداشت اولیه چی بودیه در اینجا یه ادهی نیکوکار به اسم خودشون به خیال خودشون 16 نفر بودن یه خانه ایرانی تأسیس کرده بودن از این 16 نفر 15 تشون از سالمندان قدیمی که در رفته بودن اومد بودن اینجا بودن یکی از اینها خانم آیستا مقدم دختر خانمی بودن که از 16 سالگی اومد بودن اینجا مدرسه رو اینجا رفته بودن دانشگاه رو اینجا رفته بودن خب مقدار زیادی آشناتر به همه چی بودن ولی خب اینها شروع کردن برای اینکه اعضا بگیرن دفتر تلفن رو باز میکردن مقدار زیادی اسم ایرانی رو توش پیدا کردن آدرس ها رو اون مقام دفتر تلفن اینا شماره تلفن و آدرس اینا همه رو توش بود به دفترهای کتکولفت انقدری بود و هر حال حالا اون مهم نیست آدرس ادیر رو پیدا کردن یک نامه بلند بالا نوشته بودن که چیزی میخوایم تاسیس بکنیم و تاسیس کردیم هدف هامون هم اینه 23 تا هدف های مختلف بسیار عالی یکی از این نامه ها به دست پدر من رسیده بود پدر من تلفن کرد به من منو احضار کرد اونجا که مطلبی هم با صحبت کنم می میخوام نشونه بدم بیا اینجا رفتم چشم نشستیم صحبتی کردیم همیشهم هم تا من میخوام اونجا برسم چای رو حاضر میکردن اینها با هم میشستیم چای میخوردیم و اینا دادن دست من گفتن چی فکر میکنی من خونم گفتم به به خدا عمرشون بده حالا سال چنده؟ سال 1995 میلادی 16 سال بعد از اینکه آخونده آمدن به ایران اینا خاطرتون باشه ها خب اوکی خدا عمرشون بده امیدوارم موفق باشم پدر من گفت میخوام برم اونجا در این شبی که معین کردن که بیان همه اونجا هرکس میتونه بیاد میخوان اعضا بگیرن میخوان صحبت کنن فلان کنن بیسار بکنن گفتم خب تجرید ببرید گفتن که میخوام تو منو ببری گفتم بابا جون شما که میدونید اینم میخوام بگم که تا اون زمان نم من تماسی تماس مستقیم اونجوری با کسانی که بعد از سال 1979 میلادی از ایران در رفته بودن و بودن اینجا نداشتم چون زندگی من چیز دیگه بود من سال ها سال قبل از اون اومده بودم اینجا کار داشتم زندگی داشتم زن داشتم تا بچه داشتم به دردسر و بدبختی خودم بعد میرسیدم وقت این چیزها رو نداشتم با یه چند که آ... آشنا شده بودم همین در حود سلام علیکم نا یکشون آ... تیمسار ما ازم آقای جهانبانی برادر اون تیمسار جهانبانی که در ایران اعدام کردن خانمشون فکر میکنم مادر خانمشون اونها هم به خاطر که من میرفتم مادرم رو ببینم و اینها بودن گاهی اوقات برمیخوردیم یک همچین تماسی داشتم من گفتم بابا جون شما که میدونین شما که ایرانی میشناسین فلان اینا تحکم با تحکم من گفتم که نه من میخوام برم و میخوام شما منو بری اونجا اون شب چی بگم گفتم چشم شال کردیم اون شب رفتیم اونجا و بله یه زیادی اونجا بودن و تا ما رو دیدن و اومدن و سلام علیکم همه این و اون برای مقداری صحبت کردیم همه من دیدم کسانی هستن که بعد از این جریان آخونده از ایران آمدن به اینجا چند نفر رفتن بالا صحبت کردن صحبت بسیار زیبا و بسیار قشنگ اهدافشون رو بیان کردن و این و اون و اون و تقاضا کردن که از مردم بیان همین الان شروع کنن به عضو شدن و میخوان دست گروه‌های مختلف تشکیل بدن که از مراتب چیزهای مختلف اجرا بکنن و بیان عضو اون گروه ها بشن و پدر منم اونجا 60 دلار در با داد که عضو بشه حالا جریانشون چی بود میگفتن که سالی 60 دلار و بعد هم مردم میگفتن فقط میشه پای آ... مای 5 دلار چیزی نیست و عوض شد من دیدم داد بیداد اصلا جریان داره از دست میره خلاصه مطلب بهتون ب... بگم ما رو کشیدن که بیام تو اونجا تو خانه ایران و پدرم هم که میخواست بره و بیا منو ببر و از این حرفا پای ما به با اونجا باز شد حالا خیلی سریع میگم میرم چیزایی که گذشته اینا رو کاری ندارم اومد یه چند ماه گذشت و یکی دو ماه دو سه ماه گذشت و اینا تصمیم گرفتن که یه کاری گنده ای بکنن که ایرانی ها رو بیارن جمع کنن برای اولین بار بود در شرق امریکا که همچین چیزی صورت می گرفت شب یلدا رو بیان بگیریم سال 1995 میلادی ما هم گفتیم بله خوب جالبه خوبه چرا که نه سعی کوشش همه کارامون کردیم و بالاخره رسید به اون جایی که حالا تبلیغات بکنیم و خدا عمر رو عزت بده جناب آقای تقی مختار که یک نشریه به نام ایرانیان واشنگتن توضیح میکردن اون موقع مثل اینکه که اون موقع هنوز ماهنامه بود یک ماهی نامه در میمت. یا دو هفته نامه بود نمیدونم کارش به هفته نامم رسید تا قبل از این جریان کووید 19 هم باز هم می اومد بیرون ولی از اون موقع تا حالا به کلی قطع شده رفته نمیدونم کجا رفتن چیکار کردن به هر حال با ایشون تماس گرفتیم و ایشون با روی باز استقبال کردن و گفتم براتون آگهی میکنیم حتما این کار بزرگی و فلان و همچین و همچین از این حرفا اینا گفتیم خب چیزی از کاری باید بکنیم گفتن که نه 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 این مرد شرافتمند تقی مختار گفت نه چاپ کرد برای خانه ایران این رو در تمام شماره‌هاش که تا برس بخواد برسه به شب یلدا اینو مجانی چاپ میکرد در یک از جلسات من یکی دیگه این برنامه رو بالا آورد دو نفر میتونم بگم جا آقا یه تلویزیون رنگارنگی هم هست ما اونجا بدیم این رو یهو چندین نفر کفرشون در مدرسه گفتن اصلا از اون حرف نزنید از اون مرتکه فلان فلان شده بیزار شده اصلا صحبت نکنی اون آدمی نیست که از این کارا بکنه فلان نکنیم یه مش بد و بیرا راجع به داور گفتن من گفتم که آقا حالا چه اشکالی داره یه تلفنی میکنیم صحبتی میکنیم شاید ایشون هم بالاخره ایرانیه شاید یه اهمیتی داد کاری کرد نه امکان نداره ما که اصلا هیچ کدوم باز من دنبالش کردم میکنم میخوای بکنی؟ تو برو بکن میخواستم البته اینجا درسی هم به من بدن گفتم شما تلفن چیه؟ داری کسی؟ همون شماره تلفن 255500 که تا به امروز هم ازش استفاده میکنم من دادن و من رفتم یه گوشه نشستم تلفن هم لره بردم زنگی زدم و یکی از اون گفت من من خودم رو معرفی کردم کامران عطابکی هستم میخوام با آقای داور صحبت بکنم بادم هستم بفهمی یه خود صحبت کردیم با 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 خیلی خوش تلفن کردیم فلان که بیشتر کردیم تا من بیشتر خودم رو معرفی کردم که از خانه ایران زنگ میزنم میبینی آدم گاهی قد چیزی بهش وحی میشه تصوری میکنه از لحن صدای کسی دیدم سه گرماش از پشت تلفن رفته تو هم این احساس رو من کردم خلاصه یه خود دیگه صحبت کردم من تقاضا رو مطرح کردم که همچی کاری میخوای بکنیم تبلیغ به احتیاج به تبلیغات داریم و این نشریه ایرانیان واشنگتن جناب آقای تقیم مختار این کار رو کردن برای ما خواستیم بینیم شما هم کمکی میکنید مطمئن هستم که اینو بکنید ایشون آنن خیلی سریع و بله میتونیم بکنیم ولی دو, جور میتونیم بکنیم آیه سی ثانیه یا آیه یک دقیقه قیمت سی اینقدره قیمت یک دقیقه اینقدره ما گفتم که حالا بعض این خونه ایران اینجوری پولی نداریم پولی نیست یه عده خیرها هم از جیبشون یکی اون آقای دکتر یوسفی مثلا از جیبشون دارن میکنن و اینها ما توقع داشتیم فکر میکنیم که شاید شما بتونید که این رو برای ما همینجوری بذارید بزرگ... نه ما کار مجانی برای کسی نمیکنیم ما که اون تاسف من شو خدا حافظی بکنم میگم پشت این بر با لکلوچه آویزون ای و ایدم که می گفتن که این همچین و همچین و همچین اون چون ما تماس نمیگیریم و فلان نمی کنیم واقعا خندیدن گفتن خب حالا چی شد گرفتی درست شد گفتم که نخ ایشون یک همچین صحبتی کردن گفتن نگفتیم به که نمی کنن. من یه خود کنچاویم اونجا تحریک شد و هیچم از تلویزیون رنگ رنگ خبری نداشتم که چی هست چی نیست بلان از این حرف و اینا میخوام اینه بدونی که در اون زمان کسانی که اومدن مسنترهاشون به خصوص هیچی در اینجا نداشتن که سرگرمشون کنه انگلیسی هم بلد نبودن بیرونم اونطوری نمیتونم برن 16 سالم گذشته بودا ولی هنوز حالا نمیگم همشون اینجا همون 16 ساله بودن بعضیشون یه سال دو سال بود اومده بودن بعضیشون 6 ماه بود اومده بودن بعضیشون از همون 16 سال اینجا بودن به هر حال نداشتن در کالیفرنیا یک رادیوی درست کرده بودن اما اینقدر بود این رو یک چپای مخصوص هم توش بود که بتونن کنترل کنن حالا کنترلش هم بهتون میگم جوری میکردن این رو به من گفتن که منم میدونستم که مادرم یه دونه اینا گرفته بود و داشت از کالیفرنیا برنامه های پخش میکردن خیلی به طور مخصوصی باید میومد اینجا اگه اون چپ توش نبود کار نمیکرد میتونستن از اون قدرت این قدرتی داشتن که قطع بکنن یه چپ دیگه حالا بفرستن از این حرفا خلاصه نمایندگی پخش توضیح این رادیو رو چجوری نمیدونم داور گرفته بود و اینا بر من تعریف کردن و تشریح کردن که گفتم خب پس اینه که نمایندگی اینجا رو گفته یه فرانک نامی هم بود که این کارهای الکترونیکی و برقی و از این حرفاش خوب بود ایشون بود که این رادیوها رو اولا رادیو رو میفروختن به مردم و بعد یه آبونمان سانیان هم میگرفتن از مردم این چپ رو میزد توش که این حالا کار بکنه درست شد؟ این سرگرمی مردم ایرانی به خصوص اونهایی که خودستانشون بالاتر بود در اینجا باید یه چند تاشون باشن هنوز باید باشن سهر رو حرف من بزنن یه خودشون نمیتونن زنگ بزنن بچه هاشون نواهاشون کسی میتونن این خاطرات باید یادشون بیاد دارم یادآوری میکنم من در اون جلسه که با لکلوچه آویزون برگشته بودم بخر گفتم آقا جریان چیه چرا چی شما انقدر راجع به این بد بگیرین چی چیکار کرده فلان خبر واقعا نداشتم من زندگی خودم رو داشتم گفتن یکی از کارهایی که کرده اینه که نمایندگی این رو اینجا گرفته رادیوها رو فروختن به مردم پول آبونمان یک سالش هم گرفتن از مردم و این شیاد داور پول رو نفرستن کالیفرنیا و قطع کردن این قدرت اونجا داشتن و حالا اگه دو بخوام بکنم بعد چپ های جدید نو بفرستن که دو مرتبه, دو مرتبه اینو عوض بشه من به مامانم تلفن کردم گفتم مامان من میدم شما یه همچین رادیویی دارید آیا میگیریم؟ قطع شده گفتن نفس دارم. قطع شده نمیدونم چی شده قطع شده هیچی دیگه نمیگیریم دیدم که پس درست میگم این بود داوری که من اپای تلفن به حرف دیگران و بعدم که چک کردم با مادر خودم دیدم که بله یک شیاد از همون برخورد اولیه اینجا رو سریع میگم میم چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم فعالیت در خانه ایران گذشت و هی بیشتر شد و بیشتر شد و ما هم کار زندگی تا از ساعت 6 7 8 بعضا سر کار بعد اونجا بی برو اونجا وقت اونجا بذار و سال 96 شد و تصمیم گرفتن هیئت امنا بهشون میگفتن اون 16 نفری که اینجا رو تاسیس کرده بودن یا مؤسسین گاهی اوقات میگفتن تصمیم گرفتن که یک هیئت مدیری باید اینجا تشکیل بشه که از طرف مردم باشه با رأی مردم باشه فلا هم بکنم بسیار خلاصه قراری گذاشتن و جمع کردن مردم و یه جا هم به گفتن تو هم بیا کاندید گفت گفتن بابا با بل کنیم ما همین میریم میام کمکی میکنیم باشه نخر آقا ما رو کاندید کردن و بیا باشه یه صحبت بگم این صحبت کوتاهی کردیم و مردم رأی دادن و خلاصه بنده و شیش نفر دیگر رو انتخاب کردن به عنوان هیئت مدیره خانه ایران و باز به کار و زندگی و بدبختی و بذار اونجا و چه شبایی که تو ساعت یک و دو به همشب اونجا ما نشستیم و میخوام این رو فقط بهتون بگم که رسید به سال 1997 و در اثر اینها که خب صبح تا شب سر کار اونجا و شب برو اونجا واقعا من اون سرپرستی خانواده ای که باید بکنم نکردم شوهری که باید بکنم نکردم پدری که باید بکنم نکردم دلم خوش بود به این که داریم یه کاری برای مردم ایرانی که اینجا اومدن به به هیچ چیز دسترسی ندارن هیچ جا نمیتونن برن حتی زبان ببینید 16 17 سال گذشته بودا هنوز دو کلمه زبانم و اصلا توجهی نمیکردن همه من تماسم با ایرانیایی که از ایران بعد از آخونده اومدن اینجا اینجوری شروع شد 15 16 سال 17 سال بعد از اینکه آمده بودن و همه مسائل اینجوری شروع شد ما احتیاج رو میدیدیم سعی هم میکردیم خلاصه سال 96 گذشت و رسید به سال 97 تا هم گفتم دیگه من نمیکنم چون دیدم واقعا اثر نداره در اثر همون یک ساله متوجه شدم که این آقایون و خانمای های اومنا و از این حرفا چهار نفر رو انتخاب کردن و تیر کردن و گشتن و اونجا به هم گفتم به این چهار نفر رای بدین که تو مشت خودشون بودن و سه نفرم من و خانم مقدم و آقای محمد علی عباقر داره که خب من که از قبل از همه اینا اینجا بودم خانم مقدم هم همینجور اینجا اومدن اینجا تحصیل کرده بودن یه چیزایی خیلی چیزا حالشون بود آقای محمد علی عباقر دارم یه طوری بود که ایشون هم میمیداشت حالیشون بود ما سه نفر شده بودیم اینجا با این چهار نفر هفت نفر آقا هر کار میخواستیم بکنیم هر تصمیم میخواستیم هر چی میخواستیم چهار بسه و اونها هر کار میخواست میکردن من اینا رو که دم دیگه گفتم من شرکت نمی‌کنم و در همون سال 96 هم من دو بار استفاده کردم که اخه منو گرفتن نه آقا درست نیست سوال نیست هیئت مدیره اولی اگه بخواد یکی بخواد استفاده بکنه بره استفاده بکنه بره, بره آبرومون میره رسید به سال 97 و من دیگه دویت هیئت مدیره نبودم باز هم فعالیت میکردم و گفتم اون کاری که من بکنم نکردم و اکثرا میدونید راجع به این هم دیگه صحبتی نخواهم که از سوالی هم به این بکنید جواب نخواهم داد چون نمیخوام این مسئله برام یادآوری بشه هنوز برای من دردناکه اتفاقی بر پسر من افتاد در سه چهار روز قبل از روز ایندپندنس دی اینجا روز استقلال امریکا در سال 97 که کار ما با دادگاه و این و اون و بالا پایین و پلیس و, و این و اون و اون و اون اینجا ها کشید و من هم با غرور اون زمان خودم که اینجا است و اینجا قانون داره و اینجا عدالت داره فلان داره بیسار داره همچین داره همچین داره, داره که خواب دیدی خیر باشه یه وقت ما چشم که اینکه رفتیم به قهقرا هر چی داشتیم و نداشتیم گذاشتیم پول وکیل و این بر اون بر این بر و اون بر و, 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 و همین کارهایی که دیگه, دیگه دستمون به یه جای رسیده بود که به هیچ جا بقید نبود یکی به ما گفتش که دوست نفر من گفتن که تو باید اینو دنبال بکنی این خیلی افتضاحه بیا برو پیش آقای تقیی مختار ناشر ایرانیان واشنگتن ببین این چی کار میتونه باید بکنه شاید یه کاری باید, باید بکنه شاید از مردم بخوای کمک بکنن بالاخره مردم ایرانی اینجا سعی هستن باید با همدیگه همکاری بکنن فلان بکنن بکنن من زنگ زدم به آقای تقیی مختار ایشون با روی باز خودشون هم جواب تلفن رو دادن اون روزا هنوز تعدادی برشون کار بکنن. از این حرفا نداشتن گفت بله بیا اینجا ما صحبت میکنیم من صحبت رو بکنیم من سوالاتی میکنم اینا چشم به مقاله ای براتون رو میکنیم زمنم من گفتن که قبل از اینکه بیا اینجا یه حسابی ای چیزی اینجا جواب کن شماره حساب و فلان از این حرفا و اینا رو آدرس یه صندوق پستی هم باز بکن من این صندوق پستی با کردم و یک حساب باز کردیم به اسم کیوان لیگال دیفنس فاند این رو هم باز کردیم و بعد من روز که قرار بود رفتم اونجا و ایشون منزلشون هم بودی قسمت قسمتی از منزلشون رو تشکیل دادن برای این کار روزنامه رو کردن و منو پردن تو خیلی خوش رو نشستیم صحبت کردیم در ضمن صحبت که من تعریف می‌کردم ایشون سوالاتی و جواب می‌دادم ایشون هم مثلا میره بش واقعا مثل یک روزنامه‌نگار واقعی که بودن من گفته که خیلی خوب من این رو یه مقاله تهیه میکنم باید میزنم ضمنان این من بده به چه اسمی بنویسن اگه کسی خواست کمک بکنه چکی چیزی رو گفتم به این اسم کیوان لیگال دیفنس فاند به کجا بنویسن صندوق آدرس صندوق پستی هم دادم گفتم به این آدرس ایشون یک مقاله بسیار زیبا آه. من گفتش که یکی دو تا عکس هم از کیوان بر من گفتم اینجا دارم همراه این خوبه بله 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 دوستا عکس بهشون دادم و آما ما به خودم به جنبه میشون در شماره بعدیش یک شهر مفصل نوشتن بدون اینکه کوچکترین انتظاری از من داشته باشن فقط با محبت خودشون نواجه کردی؟ این پخ شد و کمک ها شروع شد اومدن و ما رفتیم یه وکیل دیگه دیدیم گرفتیم و گردن کلوفتر و فلان و از این حرفا خلاصه ما چشم رو باز کردم دیده بودیم که این اتفاقی که افتاده بود پسر من یک پسر دیگر مجروح کرده بود که خودش بزرگتر پسر من 17 سالش بود ایشون 20 سالش بود اوشون دانشجو دانشکده بودن برای تحضیلات اومده بودن پسر من 17 سال بود تازه میخواست بره کلاس دوازدهم هم این رو مجروح کرده بود و ما از همه جا بی خبر این کی و چی و چی نیست و اینهایی بینیم خدایا این چرا این جریان اینجوری میشه خبرم نداشتیم هنوزم من تو فکر این بودم که این امریکا سو همچی میکنن همچون میکنن چشم روز کردیم که آقا به قرار رفتیم بعد متوجه شدم که ایشون پسر یک جنرال دو ستاره گردن کلوفته که در با سناتر سمنان اینجوری با همدیگه کار میکنن و از دست کلینتون ستاره دومش شد کلینتون خودش با دست خودش سرشونه ایشون زده با ادیان خیلی این بر اون بر در رو داره و برو داره و فلانه اینا همه از این جاب میخوره این وکیل آخری که ما گرفتیم که با کمک مردم تونستیم بگیریم این خیلی گردن کلوفت اونایی بود که اصلا نگاه که کرد گفت این مسخره است من درش میارم این رو اینجوری که بعد به اون هم پیغام رو داده که داداش ول کن اینو و الا کارت خراب میکنیم شاید متوجه شدید که اینجا دادگاه ها و فلان از این حرف اینا حتی تا رئیس جمهور امریکا رو چه افتضاحی سرش در آوردن چه بیشرف چه بی وجدانی هایی کردن حالا من که هیچی دیگه بیاید ببینید فقط میخوام حالا اینا بگم تا برسیم به اونجا یه روزی که من زنگ زد گفتش که آقا تو یه چک برات دارم ولی میخوام اگه میشه بیا اینجا خودت برداری بری نمیخوام پستش بکنم گفتم چش کجا هستی گفتن تو آلینگتون یه ماشین فروشی دارن گفتم اونجا که من دم به صورت میام رد بشم اینا مسئله نیست و من فردا میام و بله خوبه و حوالی ساعت نهار از اون حرفا دوازده خوبه و بله بله و گفتم زنگم. می زنگم میزنم زنگ زدم گفتن که من اومدم بیرون نهار بخورم یه خورده دیر شده اگر امکان داره یه نیم ساعت چل پنج شما بعدا بیاین حالا منم از همه خبر گفتم باشه و پ پنج و من رفتم اونجا و سلام علیکم به فهمم چایی آوردن و فلان کردن و خیلی محبت خیلی یه خود رو من سوال کردن خود ما جواب دادیم خود صحبت کردیم روز من جریان و اینها و دیگه میخواستیم باشیم منو حالا بشین یه چایی دیگه بخوایی دیگه خوردیم و یا در باشد یا آقای اومد تو معرفی کرد که شون آقای فرامرز یگانه هستن و برادر من هستن و حالا بودن نبودن برادرشون من اینا کاری ندارم نمیدونمم ولی من این یکی رو باید خاموش بکنم که این دینگون دینگ نکنه خلاصه دیگه حالا به احترام میشونم که تازه وارد شدن ما نشستیم اونجا این مقداری صحبت کردیم و یه چایی دیگه خوردیم و بعد دیگه بلند که باهم دو با کار زندگی بعد میرفتم خدا بکنم برم آقای فرمایزی گانه من گفتش که یه تقویش بادی کاری دارم این صحبتی باید دارم کم بفهمی؟ ایشون گفتن که در تلویزیون رنگارنگ یک برنامه اجرا میکنن کنن عجب ذهن من رفت اون تلویزیون رنگارنگ رنگ و اون داور و اون جریان سه سال پیش و از این حرفا یک شیاد که پول مردم رو میخورد این امیدوارم که خواهش میکنم از تلگرام برای من چیزی نفرستید خواهش میکنم تقاضا میکنم از این واتساپ از این حرفها چیزی نفرسی میدونید جواب نمیتونم بدم و جواب هم نمیدم بنابراین نکنید نمیتونم امیدوارم دیگه دینگ دینگ نکنه خلاصه بعد به من گفتن که من دیدم که شما در این نشریه ایرانیان واشنگتن برات این کار کرده آقای دقی مختار رو اینها با شما من اگه بتونم ببرم تلویزیون رنگارنگ حالا منم باز هم از همه هم جبی خبر که همه اینا به قول امریکایی ستاپ اینا همه از پیش برنامه ریزی شده است که بیا اینجا چه کنم میخوام دستی بهت بدم آقای فرمرز یگانه وارد بشه و بعد به من بگه که بیا من میرم با داور صحبت میکنم و همین کار رو شما در تلویزیون رنگارنگم بکنیم و اینها همه برنامه ریزی شده بود منم هم از همه جا بیخبر ایشون اینو گفتم منم خوب گفتم در مرحله ای بودیم که هرچی مهم بود گفتم باشه من هیچ مخالفتی ندارم خواهش میکنم شما تلفن منو گرفتن و دو روز بعد من زنگ زدن و که بله با داور صحبت کردم اینجا حالا قبلا این صحبت همه شده بوده ها الان بهتون میگم دلیل آمدن ایشون یا سرکلش پیدا شدن برای چی بود شبیه قرار که بیا اونجا و من حسب و... یک وکیلی بود حالا الان جیهو اسمشون یادم رفت آه. ایشون هم هستن و ما هم کلمه وکیل این گفتیم که او خوب لاغت میخوام اونجورش صحبتی بکنیم کاری بکنیم فلان بکنیم خب من هم که سر کار که نفسم بیانم کلچه اربار که رو باید کردن اما نمیشه اینجوری بود و بعد از هم قرار گشتیم رفتیم ساعت هفت و اون ماهای شب بود رفتم اونجا آقای فرهاد رجالی اون وکیل بودن ایشون در امریکا یک ایرانی بودن که وکیل بودن ما به این هوا که ما کارمون با اینجا ربط داره رفتیم اونجا و این اون شب اولین باری بود که من ماشینم رو پارک کردم توی معوته زمین اونجا اما ماشین اومدم بیرون یه خوردم یه خودم میگن چه باشه نرویس یه خودم احسابم یه جوری بود چی نوستم چی کار میخوایم بکنیم برنامه چیه اماشین اومدم پایین یه سیگار روشن کردم سیگارهایی کشتم و گفتم حالی خوده بایستم اینجا بعدم برم و هنوزم ساعت به هفت و نیم مونده بود و به هدفت و نیم رفتم تق, تق 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 زدم به در و در باز شد یا آقایی با یک شلوار گشاد مشکی و یه پیرن هم روش پوشیده بود و سر کله شده بود و یک پشت موریش و پشت منقدر اینجا من یهو جا خوردم گفتم ای این که که حالا با قیافه میبخشید در یک لحظه من سلام میکردم و گفتم من فلانی هستم و با داور قرار اینجا داریم آقای فرمرز یگانم بناس بیان از این حرفه بح 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 بله 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 من, من داور هستم اما یک داد داور اینه من تا رو بودم عکس امازشون نهیده بودم خبری هم نداشتم من دعوت کردم بیا تو حالا من یک خدایا برنامه بر من چیدن خب چه دلیلی داره رب داره من کسی نیستم کاره نیستم کاری نیستم م... 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 یعنی چی بالاخره اومدم تو رفتم تو یه قدم برداشت می نگاه به راست کردم دیدم یه اتاق اینجا هست از این سر تا اون سر اتاق دستگاه ها رو هم چیده شده بعدش هم سه طبقه او اینجا تلویزیونی ایسکای تلویزیونه او نگاه کن در دستگاه رو ببین ایشون رو به چپ راهنمایی کردن و بریم اونجا تا بچه ها بیان بچه ها منزلشون آقای فرمازیگانه یگانه و آقای فرماز رجالی بود که بیان نشستیم یه اتاق قشنگی بود یه اتاق اون برش یه تخت توش بود با خواب یه از این صندلی راحتی ها. یه دو نفره و یک کم نفره و اونجا بوده یه صندلی یه نفره دیگه هم اینجا بوده یه میزی هم اینجا بهش میگم کافی تیبل اونجا بود از این میزای کوتاه آه... که جلوی مب میذارن و یه ظرف پسم روش بود و ما نشستیم ما داما برگشت گفتش که آبا جو بیران خدمت دون جو. یه خود نروس بودم گفتم که خواهش میکنم محبت کنین هانکان دوست دارین یا کرونا گفتم که هم هانکان خوبه یه هاینکن بر من آوردن یه کرونا بر خودشون آوردن باز کردن و گوشت جا رو میز من هم نمیدونم حالا چی کس نمیتونم از تو شیشه چیزی بخورم باید بریزم تو لیوان بخورم گفتم لیوان اینجا خدمتون هست و والا والا این آقا یه لیوان بر من گذاشت و ما اینو ریختیم و خب یه پسه ای بهش آبجو بخوری خود صحبت کردیم و خود وقت گذشت و هنوز منتظر بچه ها هستیم بیان آقای فرمان زیگانه ما آقای فراد رجالی یکی دیگه آورد در همون این. در زدن رو آقای فرامرز یگانه اومدن و یک دو دقیقه بعد چند آقای فرار اجالی اومدن و خب اینا بعد از کارشون بد می اومدن همه ما کار زندگی داشتیم بدبختی داشتیم یه خود صحبت و معرفی کردن و خب بریم بشینیم او ما که نشستیم کجا بریم بشینیم کاشه فهمه که اینا آقای فرامزی گانه و آقای فرار رجالی هفته نیم ساعت برنامه در تلویزیون رنگارنگ اجرا میکنن میشینن آقای فرامزی روزنامه رو گرفته مال یک روز گذشته و اون روز نگاه کرده یه چیزایی رو آورده بالا و از این حرفا صحبت رو باز میکنه و بعد اکثر صحبت ها با آقای فرارجالی بود که خب ایشون تحصیل کرده اینجا و مطلع و وکیل و فلان از این حرفا بودن اینا رو من بعدا متوجه شدم به هر حال اون شب ما رو بودن که جریان چیه گفتن نه میخوام بشین شما این جریان رو همینجا تعریف بکنی ایشون هم که وکیل هستن ایشون هم که آقای فرامان زگانه هستن ما به عنوان مهمان به عنوان مهمان بندر رو بردن اونجا نشوندن جلو دوربین حالا بعدن یه خود من بگن گفتم مهم نیست من جلو دوربین قبلا رفتم در ایران مسئله نیست من خودم رو میتونم بکشونم نشستیم و رو گوشتم وسط آقای فرماز یگان دست چپ من و آقای فرار اجلی دست راست من رو میزون کردن فلان کردن بیزار کردن خب بریم بچا بریم آقای فرماز یگان برنامه رو باز کردن و سلام محف و پوسی از این حرفا معرفی کردن و که فلانی و بیزار حالا نیده بونیش که بفشم ببینین آقای فرار اجلی که خب همه میشناختن اینا قبلا هم در رنگارنگ برنامه هفته نیم ساعت اجرا کرده بودن شروع کردن دیگه اما سوال میکردن و من جواب میدادم و این صحبت میکردیم و آقای فرالجالی نظر میدادن و اینشون سوال میکردن و اینشون سوال میکردن اینا خلاصه نیم ساعت گذشت و برنامه تموم شد و پاشدیم و حالا من هنوز بیخبر هستم که جریان چیه این کاسه زیر نیم کاسه جریانش چیه من یک کسانی هستم که من حالا من داره میرسه مرحله ای که من یکی یا دو تا دیگه تلفن بگیرم کسانی هم که بنا بود یاد آوری خاطر از محص رنگ آرنگ حالا یکی رو تا دارم میگیریم برنامه تموم شد و بلند شدیم و آمدیم و خدافزی و فلان چند دقیقه دیگه هم بایسته اونجا با هم صحبت کردیم و داور برگشت گفتش که هفته دیگه هم تشریف پیاره کارو بکنیم یه هفته هم کافی نباشه و خب مرحله ما کار دادگاه از این حرف هم هنوز در جریان بود و خبر جدیدم بدین و فلان کنین از این حرف هم گفتیم چشم منم اصلا به خبر خب بخوام کمکی بکنن فلان شاید از این رو هم کمکی بشه قبول کردم و اومدیم رفتیم پیکار زندگیمونو در همون زمان بود که پرونده ما به اونجا رسیده بود که برده بودیمش دادگاه کورد اپیل دادگاه فرجام و تقاضای ما هم از دا دادگاه فرجام فقط و فقط و فقط این بود که آقا دستور بدید این رو برگردونم به دادگاه محاکمه بشه این دفعه درست محاکمه بشه با حضور وکیل و فلان از این حرفا درست محاکمه بشه همین فقط فقط این درخواست رو داشتیم اینو برگردونید به دادگاه ها. رسم دادگاه اپیل کورو اپیل دادگاه فرجام اینام اینه که تقاضا رو که میدی اول سه تا قاضی میشینن که حالا خوشبختانه اون روز یکی از سه قاضی که اون وسط نشسته بود خانمی بود که ایشون چیف جاج کوراو پیل دادگاه فرجام بود زمنان اونجا نشسته بود معمولا هم از این سه نفر یکی که ارجحیت داره سابقه بیشتر داره فونداره وسط میشینه به عنوان اون سه نفری که اون روز حایت کننده و رئیس اونجاست دو تا جا... یه جاجم و یه جاجم این برش میشینه یه قاضی این بر یه قاضی این برش رسمش هم اینه که 20 دقیقه دادستان فرصت داره که مطالب بشه بیان بکنه 20 دقیقه وکیل مدافع مطالبش بیان بکنه که این رو تق... قبول بکنید که در دادگاه کلی فرجام که 11 تا قاضی داره مطرح بشه 98 درصد 99 درصد از پرونده ها همونجا میگن آقا نه برو بریم قبول نمی کنیم. باقی رو هم ترتیب قبول کردنشون اینه که میشنونه میگن خیلی خوب ما تا دو روز آینده سه روز آینده آلفان جوابتون رو میدیم این خانم که اونجا نشسته بود چیف جاج دادگاه فرجام بود یعنی قدرت خیلی بالا گویا ما بعدا متوجه شدیم که ایشون خانهش در مکلین بود و این خانواده را از دورا دور, دور میشناخت و میدونست چه اوقوازا و فلان از این حرفها هستن از این صحبت ها صحبت هایی هم که وقتی مدافع کرده بود که همش بی سر ته کرده بود 20 دقیقه نوبت رسید به وکیل ما اینا پشت رفت جلو بود خانم ها آیون از 20 دقیقه وقتی که داشت هشت دقیقه این صحبت کرد این خانم چیف جاجی و چکاشو برداشت تق با ناراحتی زد روی میز have heard enough من به کافی شنیدم من قبول میکنم کیزتون رو که uh, Your motion is granted قبول میکنم که بیاد دادگاه یازده نفری کل بشنون بی سابقه ترین چیزی که امکان داره اتفاق بیفته و شیر ما تشکر کرد و زود برگشت و, و گفت پاشی بریم پش بریم پاشی بریم،, بریم اومدیم بیرون و بیرون واجه اون و جریان چی بود چی شد دلاخره این گفت توضیح داد که قبول کردن گفتم شما که 20 دقیقه وقت داشتی 8 دقیقه بیشتر نگذشتی گفت تا دیگه بیا ما بریم و خب ما در سه دوم که برگشتیم به رنگارنگ اینا مطرح کردیم و گفتیم ما آقای وکیل آقای فرای جولی شاخ داره بود که عجب امکان گفتم بله شد دیگه اینی که هست ما حالا بریم در جلوی دادگاه کل فرجام که 11 تا قاضی میشینن اونجا کیس مطرح بشه و پرونده مطرح بشه برنامه دوم رو هم اجرا کردیم و این خبرها رو هم دادیم و صحبت های دیگه شد و نیم ساعت هم اینجوری گذشت و با شنون و رو رفتیم آیه میخواستیم بریم آیه دوبار دو مرتبه من گفته شما هفته دیگه هم بیا این کارو بکنیم این ممکنه کافی نباشه دیمونه خبرهای جدید هست بیاری بدی گفتیم باشه هفته سوم هم برگشتم رفتم اونجا و باز همون آش و همون کاسه و همون برنامه رو اجرا کردیم و حالا این بینگ هم بارای اولی است که من پام از در تلویزیون رنگارنگ رفته تو منم هم همش به فکر این هستم که ایشون خیرخواه و میخواد کمک ما بکنه میگم خدای پس اون, اون کاری که با ما در خانه ایران کرد اون چی بود پس خلاصه هفته سبام رو برنامه اجرا کردیم و آخرش که دیدم این دو نفر فرجالی و آقای فرمجگانه سو قاوزی کردن رفتن و من داشتم بس جمع میکنم که بیام برم آقای داور برگشت من گفتش که آت تو کی من شما چرا نمیه خودت برنامه خودت دو رنگارنگ رنگ, رنگ اجرا بکنین؟ گفتم ها ها اصلا برای من کاملا غیر مترقبه یا همچین صحبتی من برنامه چی چی اجرا بکنم برای یک لحظه بعد گفتم که منظورتون چیه چه نوع برنامه چی فکر, چ... فکر کردید چیزی دارید آه، چه نوع برنامه چی آه، برگشت گفتش که هرچی دوست دارین هرچی دوست دارین این دیگه چیز تلویزیونیه شما خوب صحبت میکنی من این سه هفته دیدم هرچی دوست دارین اسم انتخاب کنیم اینجا رو صحبت بکنیم برنامه بذاریم مثل این بچه ها که نیم ساعت برنامه میذارن نیم ساعت هم برای شما میذاریم گفتم بالا این بر من غیر مترقبه از ایزه بدید که من این مقداری فکر بکنم ببینم چیزی به نظرم میرسه شما که چیزی به نظر نداری اومد اونجا بیرون رو داشتم میرفتم خاطرات من در همون آن حالا این پیشنهاد که ایشون کرده برگشت رفت به اون جایی که خاطراتی که من از خانه ایران داشتم که چه اتفاقاتی اونجا افتاده بود و چه مراحلی پیش اومده بود و چه کارهایی انجام شده بود و چه برداشتهایی من کرده بودم و از این جمعیتی که خیلی هم زیاد بودن و هزارها نفر دور و اینجا در اون زمان بودن که همشون نشسته بودن فکر این بودن که این رژیم مواد رو بند میگردن میرن ایران رو میرن سر خونه زندگیشون و چیزاشون رو پس میگیرن و فلان میکنن و بیزار میکنن ما هم هر میخواستیم به اینا بفهمانیم در اون زمان که بابا الان 16 ساله دیگه الان 17 ساله دیگه الان 18 ساله اینا اونجا هستن این فکر خیالا بذارین کنار آرگن اومد رفت نشد این اومد رفت نشد بالا پایین با آقا جان به فکر خودتون بیفتین یه کاری اینجا بر خودتون بکنین سعی کنید یه چیز یاد بگیرید سعی کنید با این مملکت آشنا بشید این خاطرات در من زنده شد گفتم که بهترین کار اینه که من بیام یک برنامه اونجا بذارم راجب به امریکا و فلان و مردم آشنا بکنم اینجا چجوریه چی نیست چون من باز خاطراتی که من داشتم ما هر چی خواستیم در این خانه ایران بفهمونیم به این هیئت امنا و به این هیئت مدیره که دادش من خانه ایران با مایی پنج دلار از مردم به جایی نمیرسه ما باید بگیم مردم مجانی بیاین همه عوض بشین که یه اقل حتی اقل هم میتونستیم دو سه هزار نفر چه اینجا بودن عوض بگیریم اینو بریم به رخ بالایی بکشیم و فلان کنیم بیسار کنیم گرانت بگیریم تو امریکا اینقدر از این گرانت ها هست پول دولت بده به برای جاهای مختلف میذارن هست هست اونا به درد میخوره که یا مثلا یه میلیون دلار بگیریم بتونیم یه کاری بکنیم این نمیدونم مای پنج دلار چی کار کاری انجام باید آقا کسی پالیش نمیشد به هر حال برگردیم به جریان رنگارنگ من تصمیم گرفتم که برنامه هایی اجرا بکنم که مردم رو مطلع بکنم بابا اینجا این مملکت الفولائینا وضعیت چجوریه چجوری انجام میشه اصلا این دنیا چه دنیاییه بعدش خودم فکر کردم که این ممکنه یه خورده در وهله اول سخیل باشه و مردم یه خورده یهو اصلا متوجه نشن که من چی دارم میگم منظور چیه هدف چیه باز هم با خاطراتی که از خانه ایران داشتم که یه شب هم صحبت میکردیم پشتم به دوست جوان بود اونها هم اومد داشتن صحبت میکردیم خب دیگه گوش میشنید چیکار کنم یکی داشت یکی میگفت به ولنتاینز دی که آره ولنتاین دی داره میخواد میخوام برم فلانی رو بردارم برم, برم بیرون یه بسته شکلات بگیرم و یه شش تا روز براش بگیرم و ایشای با هم بخوریم بعدم برم ترتیبش بدم این برداشت مردم از ولنتاینز دی بود گفتم آ این رو من اگر اینجوری شروع بکنم که ایسه ساده باشه و شاید برای مردم قابل قبول تر باشه دو روز بعدش با تلفن به داور زنگ زدم گفتم که آقا من یه فکر کردم اینو میخوام اونجا باهاتون بیام مطرح بکنم و ببینیم چی میشه بله 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 خواستم گفتم حتما چه ببین تا باز ما بعد کارمون رفتیم اونجا با تا هم وارد شدیم نشستیم ما بجور واقعیت گذاشت و فلان و قصه هم هنوز بود و مشغوب به صحبت شدیم و گفتم بذارش من من فکر کردم که آره برای مردمش شروع کنم ما یک بار یک برنامه بذارم حالا در اون ماه هرچی که بناس پیش بیاد راجع به اون باشه مردم را آشنا بکنم این روزهایی که در امریکا به نحوی جشن میگیرن کاری میکنن تعطیلی هست فلانی راجع به چیه ابتدا و آغاز و واقعیتش راجع به چیه چون میدونم که مردم اطلاع ندارن مثلا باز هم توی همون خانه ایران اون سالها شنیده بودم که جوانها عقیدهشون راجع به سنت پاتریکس دی که اینجا در ماه مارچ جشن میگیرن اینه که برن بیرون تا خرخر عرق بخورن مست کنن و لاتبازی دارن و دعوا کنن و پلیس رو ببرشون زندان این این بود که اون روز روز عرق خوریه به گفتم که من تصمیم گرفتم این برنامه اینجوری شروع بکنم ما یک بار حالا اگر در اون ماه چیزی هست پیش بیاد راجع به اون صحبت بکنم و مردم واقعیتش رو بگم که واقعا چیه و الان هم جانویه است در ماه فوریه ولنتاینز دی میاد من یه برنامه میام اینجا میذارم راجع به ولنتاینز دی که واقعا چیه از کجا آب میخوره سرچشمش چیه سنت ولنتاین کی بود چی کار کرده بود اینی بابا جون من اون نیست که به شش روز بخری یه بسته شکلات بعدا بخوا بپری رو خانم ترتیب خانم بدی معنیش اون نیست بله بله, بله 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 خیلی عالیه خیلی عالیه بله جون من پیش خوفم که خب این میبزیشه ما یه دفعه ما یه دفعه میریم یه کاری میکنیم میام بیرون حالا شاید مردم ایرانی ازش استفاده کردن قرار رو گذاشتیم و من رفتم نشستم یک شب و داور نگرانه و من نگاه کرده میگه آقا شما چیزی همراه نیست چیزی همراه نیست چیه چی بار همراه باشه کدوش اقوار که باید که تنمه باقش که شما میزون کردی دیگه نوشته ای چیزی گفتم آقا من نوشته احتیاج ندارم من رو نوشته صحبت نمی کنم. من از اینجا صحبت میکنم نموش رفت آیا چیز بدونم ندونم هر چی که از اینجاست اینشون دادم که کردنش اینجور شد گفت خب میکنیم حالا اگر لازم بشه تکرار بکنیم تکرارم میکنیم دیگه بالاخره گفتم آقا شما نگر اینسان نباش رفتیم و نشستیم و دوبین میزون کرد میزون کرده, می کرده و فلان میزون و اونجا هم بهتونه اینجوری میکنم شروع بکنم نیم ساعت برنامه برنامه اجرا بکنیم من شروع کردم اون چه که از روز ولنتاینز دی لازمه کسی بدونه از خود سنت ولنتاین شروع کردم گفتن از زمان یونان ببخشید روم قدیم گفتن اینا که اصلا جریان این آقای ولنتاین سنت که بعدا بهش لقب سنت دادن چی بود نه همه رو صحبت کردم و تموم شد و بعدم به آقای دوباره اشاره کردم و شروع که هم از مردم خدافزی کردن و خدافزی کردم و بلند شدم دیدم این داور همین جوری حجواج مونده گفتم حال فکر بگو احتیاج باشه که این تکرار بگو گفت نه 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 اصلا همینجوری مونده بود بهشون گفتم که خب این الان فوریه داره میاد اینم 14 فوریه هست این هفته اول شما یه مرتبه بزنید هفته بعدم یه مرتبه دیگه بذارید نگو که که مردم آشنا بشن که حالا این داره میاد نگوین از همون فردا شب شروع کرده این رو پخش کردن و پخش کردن و ده مرتبه چند مرتبه نمیدونم چند تا پخش کردن و تلفن به من کرد که آت توکی مردم اینجا مال دیوونه کردن زنگ میزنن راجع به شما صحبت میکنن یا خب چی میگن شما تلفن شما رو میخوام باهاتون صحبت بکنن خیلی خوششون اومده خیلی فلانه گفت ما خواهش میکنم شما تلفن به کسی مالی فکر میکنم من تو خونم تا خط تلفن داشتم میشه که خط تلفن خونه بود یکی دیگه, دیگه شم خط تلفنی بود که اون زمانی که من دارم صحبت میکنم ما هنوز اینترنت که میخواستیم بحث بکنیم از تلفن بحث می‌شد. اگه بعضی ها یادشون باشه بحث می‌شد. دو داد دو دو بوق میزد فلان می که, که بعدم یوش شروع میشد و اینترنت می بالا راجع به موقع دارم صحبت میکنم یه خط تلفنم هم برای اون داشتم که فقط مختص کامپیوتر بود و به این یه دستگاه فکس هم بس کرده بودم اون موقع فکس خیلی رایج بود مثل حالا ایمیل و این و اون و بالا پایین و دم بسار همچنون و پی دی اف از این حرفا انوز وجود نداشت من یه تلفن هم دیگه هم رفتم خریدم این تلفن هایی که جواب میده که توش هم یه نوار کاست بعد میذاشته مثلا نمیدونم کسی الان بدون نوار کاست یعنی چی یا نه میذاشتی توش پیغام مردم رو بگیره گفتم این شماره رو بدید منم که این زنگم نمیزن زنگشم بسته بودم من میرم برمیگردم میام شبها این گوش ای کس میگم کسی پیغام میگوشه خواسته باشه گذاشته باشه گوش بکنم آقا من هر شب که برمیگشتم این نوار سی دقیقه ای پر پر بود از تلفن های مردم و آقا قربونت برم و خدا رو شکر که اومده تلویزیون و ما یه چیزی داریم حالا نگاه بکنیم و فلان از حالا من هنوز از همه چی بیخبر هستم تا این حد من دیدم نوار سی دقیقه فایده نرفتم نوار ش دقیقه گرفتم گذاشتم بازم که شب برمیگشتم این پر بود خلاصه برنامه به من زنگ زد آبا یه روز گفتش که بیا اینجا آه یه با, با هم بکنم یا بخوریم فلان کنیم منم بعد از کارم میدونستم که من کارم که اینجاست تلویزیون رنگانم با من در حدود دو دقیقه فاصله داشت از همون را هم میشم از اون پشت میرفتم میرفتم خونم که این جاده بزرگ که شلوغ بود استفاده نکنم میدونست که من از اونجا رد میشم شما که انجا رد میشی یه دقیقا بایسته اینجا حالا رفتیم بایستادیم و آب با کرد و نشستیم و صحبت میکردیم و اینشون هم مشغول یک کاری بودش ادیت میکرد چیزایی رو اونجا بود که من تازه حالا فهمیدم آقا این تلویزیون رنگ رنگ اصلا داستانش چیه چی هست چه افتضاحیه چون جلو چشم اتفاق ایشون داشت سی دقیقه نوار پر میکرد اون هم اینجوری بود که این نومی بود میداد به ایسکای تلویزیون که اون موقع میدیا جنرال بود اسمش که بعد کاکس اومد گرفتش حالا برنامه چجوری بود که اینا برای این پخش میکردن قرار داده این کیبل کمپانی از کیبل هم پخش میکردن قرار داده این کیبل کمپانی معمولا همه جا با جای مختلف که میرن با کمتی اینه که یه مقداری ساعت ها و یه کانال رو میذارن برای خارجی ها مجانی هم بهشون میدن ولی یه شرطش این بود که اونا حق ندارن توش تبلیغ بکنن که البته داور قربنش برم توجه نمیکرد تبلیغشون میکرد هیدن بسادن بهش میگفتن بازم میکرد حالا کار نداریم ما اونجا بودیم داشتین کار کارو میکرد گاره من دارم اینو تهیه میکنم بودم چی هست که داری تهیه میکنی حالا من یه برنامه اجرا کردم خیلی هم با استقبال روبرو شده برنامه دومی هم برنامه مارچ ماه مارچ بکنم راجع به سینت پاتریکس دی دیدم که یه نوارهایی بودم VHS ای <متصفح> چیزهای ابتدایی مال اون زمانها ها مردم دستگاه خونهشون داشتن به نام وی اینا وصل میکردن به تلویزیونشون اگر یه وقتی نواری میخواستن بگیرن این تو بذارن پخش بکنن پخش میکردن و از همون دستگاه میشد زب بکنی دیدم یه مقداری نه از اینا اونجا سو اینا چیه؟ حالا خب دستگاهیشون ایشون کوره اینچ بهش میگفتن دستگاه, دستگاه, دستگاه هرفهی بود چه ای؟ اینشون دوربین اون دستگاه مسکه و و اینا رو میرفت دنبال چیز میزا میگشت که روی تلویزیون ها که میخواستن چیزاشون رو بریزن دور میفروختن با قیمت خیلی پایین اینا رو اونجا تهیه میکرد آن این تا اینجا داشته باشید که من بگم بعدا چی دیدم که ایشون داشت چیکار میکرد پس یه تلفن دیگه بگیریم آقای ایران رفت میبخشی من تلفن کم میگیرم چون میگم برنامه امروز مختص این خاطرات من از که دوستم دارم همین الان امروز ببینم ساعت چنده ای داده بی بازم طولانی شد من اینو شاید مجبور بشم قسمت بکنم نه چند قسمت بذارم اگر دیدید شوکه نشید این به خاطر طولانی بود نمیخواستم طولانی بشه ولی داره میشه آقای ایران رفت تا اینجا رو امیدوارم شنیده باشید اگر مطلبی دارید سوالی دارید چیزی دارید بفرمایید شما رو آوردم تو یا دارم سعی میکنم بیارم تو آقای ایران رفت اگر که درود بیفرستم بر حضرت علی جناب آیت عزیز درود بر شما عزیزم بفرمایید خواهش میکنم بخشید وقت جنابالی بخیر خیلی زحمت کشیدید لطف کردید من دارو بالا آوردید خواهش میکنم الان نظری چیزی صحبتی راجع به مخصوصا همین بله بله, 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 بله. رنگ و, 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 و خاطرات رنگ... من از رنگارنگ. رنگ بله بله اگه اجازه بدی جهت پیام بازرگانی هم شده یه دند ظرف سی ثانیه سرتیت و اخبار مهم اعلام کنم و در مورد آی داور هم یک دقیقه صحبت داشتم خیلی سریع بفرمایید خواهش میکنم بله بله. قیمت امروز دلار 25950 تومان قیمت هر گلم طلای 18 عیار 1 میلیون تومان قیمت هر کیلو گوشت مرغ 22 هزار تومان و روغن جامد هم کلا به هیچ قیمتی قابل تهیه نیست و داخل بازار وجود نداره این از اخبار اقتصادی بود در کردم خدمتان مطلب بعدی در رابطه با سخنرانی هفته گذشته آقای خامنه ای بود که ایشان در طول این سخنرانی بعد از 20 روز غیبت ایشان خیلی آشفته حال بیمار و صدای نفس ایشان نفس نفس می و صدای ایشان از ته چاه در می آمد و این گواه و تصدیقی بر بیماری شایاتی بود مبنی بر بیماری ایشان بله اون که نزیب سالگرد بله مطلب بعدی هم نزدیک به سالگرد رئیس سلیمانی هستش ظاهرا آمریکا به این نتیجه رسیده ممکنه شیطنتی از طریق جمهوری اسلامی صورت بگیره ببخشید یک, یک لحظه ببخشید یک لحظه ببخشید شما میدونید تاریخ دقیقش کیه تاریخ دقیق سالگرد بله بله پردوی یا 15 هم یا 15 پونزه دی دیمان بله یه هفته کمتر از یه هفته اینقدر نزدیکه خب بله 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 از اونجایی که ظاهرا با به قول معروف به قول حضرت قتل آقای فخری زاده سالگرد ایشان با قتل آقای فخری زاده تقریبا متقارن شده احتمال شیطنتی از جانب جمهوری اسلامی وجود داره که آمریکا نیروی ویژه رو به خلیج فارس اعلام بله کرده میدونی. اونم میدونیم مقدر شده خبر دیگه هم از رئیس جمهور منفور ایران روحانی با کمال وقاحت اعلام کرده که ضربه مهلکی به آمریکا زدیم و پایان جنگ اقتصادی را اعلام می کنیم و دیگر تحریم ها کارساز نیست مرد حسابی تو هنوز تو مردم روغن ندارن بخورن تو چطوری لطمه محکم زدی به آمریکا چطوری تحریم کارساز نیست بله مطلب بعدی هم خدم خدمت شما عرض کنم ممنوعیت استفاده از هر گونه فضای مجازی در دستگاه های دولتی یعنی تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و سایر برنامه های فضای مجازی ممنوع شده از امروز استفادهش در دستگاه های دولتی و در رابطه با آقای دابر خواستم مطالبی ارز کنم ایشان در واقع تمام هر آنچه که از محبوبیت و معروفیت به دست آورد در طول 20 سال گذشته از حضور جنابالی بوده چون بنده خودم اون اخبار 50 بی پنجاه میلیون بیننده جنابالی رو خودم از نزدیک دنبال کردم زمانی که فرماش کردید بگیری کردم و واقعا جنابالی در اون زمان در اوج حضورتان در رنگ, رنگ بیش از پنجاه میلیون بیننده داشتید و این یک واقعیته حالا سب کن هنوز, هنوز شروع نکردم بفهمید آقای داور من بنده خودم یادم برنامه‌ای که داشت یا با آقای مسیحبی یا با اکبر آقا می نشست یه نفر بهش زنگ می, می گفت ما یه تکچرخ زدیم آخوندی افتاد زمین با موتور تک زدیم آخون تمام هنر داور رو تماشاشی های ای آقا در همین حد بود اما برنامه های جنابالی بود که این برنامه رنگ و رنگ رو بالا برد مشهور و معروف کرد آقای داور خودش هم اولا نه سوادی داشت نه علمی داشت نه تحصیلاتی داشت از طرفی هم خودش همیشه حزب باد بود اون اوایل دست به دامن اسلام بود به جناب علی میگفت به اسلام صحبت نکن این اواخر یک سر فوش از صبح تا شب به اسلام آنوسی فلان بهمان یه طرف به یهودی میشه از پی یه میشه می هر جا که پول براش میامد مثل جناب نبود که از اولین روز مبارزه تا امروز صادقانه و یک رای داشته باشه یک اینا مطلب بعدی بود به قول معروف ایشان فرمایش کردن اون شبی که پنج شنبه شب هم بود یک نفر زنگ زد در واسطه با جناب علی این آقا برگشت گفت که این آقا انگیزه مالی داره قبلا هم همون بود الان هم که برگشته فقط دنبال منفعته بنده از همینجا اعلام میکنم خانم نفهم زنی که الاغ احمق بیشور در درآمد یوتیوب آقای عطابکی و کانال ما یک و نیم دلار بوده با این یک دلار معذرت میخوام شرمنده تن اولاغ هم نمیفروشن الان انبرنس هم نمیفروشن با کنیم دلار دنبال چه در آمد آه تا چهار دلارش هم تا تا چهار, چهار دلارش هم رفته بالا چهار دلار برنامه بله. ای که 5000 بله. پنج هزار خورده این نفر نگاه کرده بودن بله اینو خواستم از همینجا اعلام کنم که جناب به دنبال انگیزه مالی اگه بودی وقت برنامه نمیذاشتی میرفتی دنبال شغلت پول در آوردی به زندگی برسی شما دو هفته روی برنامه وقت گذاشتی به مشکل مالی برخوردی پس برا پول به دنبال برنامه نیامدی این خانم اشتباه داره خلاف واقع و بنده از جانب شما و تمام هوادار شما به ایشان میگه شما غلط کردی که این حرف بزدی این تهمت تهمت هستش و اجازه نداری دوباره این صحبت ها ادامه بدید این حرف شما خلاف واقع هستش خب محبت کردید محبت کردید خیلی ممنونم سال 97 یک ملاقاتی با آقای داور داشتید علا رقم هایی که ده سال قبلش پیش آمده بود اول بعضی جنابالی برنامه رو شروع کردید من اون روزم سخنانی شما رو شنیدم اما متاسفانه اگر دقت کنید به یاد داشته باشید بازم آقای داور طوری رفتار کرد شما منجر به دلخوری شما شد و بعد از اون دوباره قطع رابطه کردید حالا کرد. حالا حالا اونا چیزایی بود که من نمیخواستم راجع به بعضی مسائل صحبت بکنم سعی کردم روش کلا بذارم از این حرفا حالا سب کن تا بعد از این دهنگشادیه آخری... بعد از این دهنگشادیه اون شخصی که به تو برنامه تل... تلفن کرد و من خودم به گوش خودم شد یکی بر من اونو فرستاده و اون تیکه رو متاسفانه گمش کردم بعد پخشش میکردم خواهش میکنم اون شخص اگه ندارید دو مرتبه بر من بفرستید اون شخصی که صحبت میکرد بعدم سرکار خانم فرزانه پا منبری کرد و برگشت رو گفت که من برای امرار معاش از یوتیوب دارم این کارا رو میکنم اونو خواهش میکنم هر کی بود اونو دو مرتبه بر من بفرستید گمش کردم نمیدونم ده. کجا ب... اصلا نمیدونم از کدوم طریق بر من فرستادید آیا واتساپ بود آیا اینستاگرام بود آیا تلگرام بود خواهش میکنم اون دو مرتبه بر من بفرستید چون لازمش دارم ضمنا حالا میگم حالا من سعی میکردم یه جوری آه... کلاشری سرش بذارم آه... آه... حالا راستشو حالا راستشو الان براتون در این خاطرات گفته میشه خواهید شنید که ببینید که اون هم فقط و فقط سرکار خانم فرزانه من مجبور کرد این کار رو بکنم با بیشرمی کامل با بیشرمی کامل ایشون من مجبور کرد که این کار رو بکنم بقایه رو اون طوری که بود و هست بگم صحبت دیگه هم دارید؟ بله بله بنده آخرین برنامه و اجرای شما در تلویزیون رنگارنگ را دیدم شما زمانی که خواستید خداحافظی کنید عین این عبارت را استفاده کردید گفتید پشت به پشت هم باشید دست در دست هم دهید و به هم نارو نزنید و نامردی نکنید بفرمایید که آقای داور چه اتفاقی را ایجاد کرده بود چه موضوعی را پیش آورده بود که شما با کمال ناراحتی به کل بیننده ها به پنجاه میلیون نفر بینندهش خودتان اعلام کردید که مردم دست به دست هم باشید و به هم نارو نزنید پشت هم را خالی نکنید در مورد اینم توضیح بفرمایید این داره, داره میاد شما هستید. داره میاد داره میاد همش میاد دونه دونه داره میاد محبت کردیم. اینو کردی, کردی به محبت کردیم. خیلی خوشحال شدم به خدمت شما روستون بخیر خب اینم یک بیننده دیگه بود برگردیم به اونجایی که اون شب ایشون من گفت بیا اونجا با هم یه بخوریم و داشت یه برنامه ادیت میکرد که من ماهیت کلی و کامل تلویزیون رنگ رنگ اومد دستم زمنن اینو بهتون بگم که تا اون موقع متوجه شده بودم که ایشون که یه محبتشون با من گل کرد که بیا اینجا برات برنامه بذاریم و از مردم کمک بخوایم از این حرفا فقط و فقط به خاطر یک منظور بود که دیده بود اون نشریه شریف ایرانیان واشنگتن و اون مرد شریف آقای دقیق مختار این کار رو کرده بود ایشون دید که داره عقب میفته از اون حالا چرا؟ چون ایشون رقابت میکرد با نشریه ایرانیان هر کی تبلیغ در این نشریه ایرانیان میداد به اون آقای دقیق مختار شریف ایشون پا میشد میرفت اونجا به مردم میگفت چرا به این دادیم به من نمیدین تبلیغ و منم ایرانی هم دیگه منم همچینم منم همچونم منم فلانه به منم بدین دیگه و بعدم یه طوری صحبت میکرد که تهدید میکرد که چیزهایی برخلاف اونجا خواهد گفت این چهار تا تبلیغ هم که میگرفت اینجوری بود یکی کارش این بود یک کار دیگهش این بود که جای مختلف یکیش آقای دکتر پیش داد ایشونو میدونم هستش دندون ساز اینجا ایشون میدونم هستش هنوزم هستش میرفت دندونشو رو درست میکرد اونجا و بعد به این میگفت سر پولش که میشد میگفت من به جای اینکه پول بد بدم برای تبلیغ میرم اینم یکی از عادت جناب آقای داور بود شمشیری دم مثلا میگفت برای غذا میآوردن. چون سوسه خانم خانمش تنفری که از داور داشت دست به سیاسفی تو خونه نمیزد موقع پولش که میشد میگو براتون تبلیغ میرن اینم یکی دیگه شگر داشت بود مفخوری حالا اون شما رفتیم اونجا آب با کرد و گذاشتیم و ایشون مشغول کار شد دیدم اینا چیه آی داور ایشون چی کار میکرد برنامه های تلویزیون رنگا ها رنگ قبل از ورود من و حتی تا یه مقداری بعد از ورود من این بود که ایشون یکی رو در کالیفرنیا داشت اون بابا در کالیفرنیا این VHS نوارها رو داور براش فرستاده بود دیگه اینشو خریده بود فرستاده بود دونه دو سه دلار بودن اینا اون زمان این برنامه سعی میکرد برنامه های تلویزیون های مختلف زب زبان فارسی در کالیفرنیا رو روی اینها ضبط بکنه حالا اشکال کار چی بود اشکال کار این بود که ایشون اون بابایی که این کار در کالیفرنیا میکرد تو خونش کیبل می... اون موقع زیاد کیبل از این حرفا رواج نداشت تازه داشت میومد تازه اومده بود از آنتن نمیدونم میدونی آنتن تلویزیون یعنی یا نه بعضی ها ممکنه ندونن از آنتن که رو پشت بونش زده بود از آنتن میگرفت حالا چه کیفیت مزخرفی میگرفت که هیچی اون نوارای دی چه خودشون جای مزخرف که هیچی بعد برای هر نواری که این بابا پر میکرد داور به این پنج دلار میداد پنج دلار اون برای داور اینا رو میفرستاد از اونجا داور میشه اینا رو ادیت میکرد دیگه چیزایی که میخواست یه وقتی صحبتی شده بود اکثرش هم آهنگ و بزن و بشکن برخصا از این حرفا بود و از این صحبت اینها رو سر هم میکرد حالا از این بعد اول منتقل میکرد به کوردر اینچ توجه کردید یه مقدار کیفیت دیگه هم اون کیفیت آشقال هم میرفت اونجوری میشد بعد از اون یکی کوردر اینچ میخواست ادیت بکنه به این یکی کوردر اینچ دو مرتبه بعد میمد اینجا زبط میشد یه مقدار دیگه هم کیفیت اونجا به میرفت یک چیز آشقال کسافت مزخرف این سر هم میکرد تلویزیون رنگارنگ این بود خانم آقایون قبل از ورود من به تلویزیون رنگارنگ البته گفتم ولش بازم میگم اون برنامه نیم ساعته آقای فرماز یگانه و آقای فرهاد رجالی بله بود هفته یه مرتبه حالا خب اونم بر مردم چی داشتوش نمیدونم ولی بود خب اون یه خود جلوی دوربه میشستن و یه کیفیتی داشت و یه صورتی داشت ولی ایشون دزدی از تلویزیون های ایرانی در کالیفرنیا بود به اون طریق که یه بابای اونجا اینا رو پر میکرد برای این میشه اینا رو ادیت میکرد سر هم میکرد میبود میداد, میداد میدی جنرال این رو پخش میکرد بقیر تا اون موقع بهش مجنی میدادن نیم ساعت یه ساعت طبق قراردادی که میج جنرال کیبل کمپانیا با فرفکس کرنی داشتن که با همه کرنی های مختلف دارن این رو هنوز هم هست برای خارجی ها برنامه رنگارنگ این بود آقا که برنامه تهیه میکرد اینجوری برنامه تهیه میکرد نوارهای دوزی از کالیفرنیا میشه سرهم میکرد با یک کیفیت مزخرف برای این بود که من خدای گوش میکردم به پیغام هایی که مردم برای من میذاشتن یا قربون صدقه میرفتن بعضی ها خدا رو شکر که شما آمدی گوشتی ما داریم نگاه بکنیم حالا اون شب رو میخوام بهتون بگم ایشون کارو شکر کردم ما یه دوتا آبجو خوردیم و ایشون دوتا آبجو خوردن و بعد دیدم که اینو گذاشت توی یه اوتیو و تق درشو بس و اینو گفتش که آقا تاکی شما ممکنی محبتی بکنی شما خونتون اون طرفه نزدیک این میگه جنرالم تو فالت چرچه سر را داری رد میشی؟ کجا سرداد داری رد میشی؟ خونه من خیلی قبل از اون بود اینو بند از اونجا به دست اینا اینو پخش کنم بر ما که من دیگه تا اونجا نخوام برم استفاده ها شروع شد خب من تو درواسی و فلان و بیستار رو بینام خیلی خوب گرفتم بردم اونجا دادم که اینو ولی برنامه این بود که این کارا رو میکرد بعد نوار رو هم داشت میداد اونجا براش پخش میکردن اون نوار افتضاح رو یه چند روز گذشت و باز زنگ زد به ما آقا توکی ممکن تو خواهش کنم شما استار ما بزن استرات که داری میری خونه یه چیزی میخواهم بدم شما میتونی بار ما انجام بدی <applause> گفتم که باشه حالا هنوز من تو فکر که ایشون یه ای محبتی ای کرده اون سه تا برنامه رو بر ما درست کرده حالا نمیدونم اثری داشت در مردم از اون طریق چیزی اومده بود ولی میدونم که اون نشریه شریف ایرانیان یعنی واشنگتن 95 درصد کمک ها از اونجا اومده بود ما بردیم ما رفتیم سر راه باز اونجا وایستاد یا باز مرتبه یه آبجو آورد و فلان رو من یه دبله گرفتم و یه جا فیلمش هم حاضر کردم اینم اینش که میخوام بگن شما صدات خوبه میتونین برای ما بخونیم من ضبطش کنم رو این پخشش کنم حالا دیگه ما سخنگوی تبلیغاتی هم شدیم پاس تو مرتبه تو رو درباسی و این خب بالاخره ایشون یه حمتی کرده کرده سه هفته از من برنامه پخش کرد که من مهمون بودم با من مصاحبه میکردن گفتم باشه گفتم میدم اینکه این که شر و که معنی نداره آخه تبلیغ که اینجوری نمیکنن گفتم اون اگه اشکال نداره من اینو خودم دو بنویسم اینجوری هم کردم که من دست خط خودم بهتر میتونم بخونم بازم حالا احترام رو داریم میذاریم آن. باشه 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 من همه شو حاضر میکنم شما اینو بریم دونم. من وعداشتم اینو عوض کردم اون طوری که باید و شاید که بالاخره یه تأثیری فلانی یه چیزی داشته باشه حاضر کردم و گفتم خب من حاضرم این باید یه دقیقه بشه گفتم خب دیگه شما به من بگو چقدر وقت بونه صحبت میکنم حالا من یه خود سرعت رو که بالا پایین از میکنم که این یه دقیقه درست بشه حالا این تحجب میکرد که من از این کار رو میتونستم بکنم نشستیم و اینو حالا گفتیم یه دفعه دیگه حالا هم خاصه بکنیم دیگه صدا روی اون تبلیغ گذاشت همونم یکی هم من کالیفرنیا تلفن میگه و صحبت میگم من این وان تیک رو اشاره کرده بودم خیلی براش جالب بود تمام کارهایی که من در تلویزیون رنگارنگ کردم این بود وان تیک یعنی یه مرتبه این که من تموم شد من با میرفتم دیگه دو مرتبه بکن و اینجاش خراب شد اون نبود توش اصلا هیچ وقت در تمام مدتی که من در تلویزیون رنگارنگ بودم اونجام همکاری میکردم و کارمار نبوده الانم بگم یک پنی یک پنی هست یک صدم دلار یک پنی اونجا من درآمدی نداشتم که هیچی عجیب خودم هم گاهی اوقات میذاشتم اینو تا اینجا گرفتید اگر من اینجا قطع کردم که باقیشرو یه دفعه دیگه بذارم اینجا الان قطع نمیکنم ولی ممکن ادیت بکنم اونم ایدیت که میگم قطع بکنم اینجا باقیش بعدم بذارم که زیاد داره طولانی میشه نمیخواستم اینجا طولانی بشه ولی حرف میاد تو حرف و میشه میخوام دقیقا بدونید جریان تلویزیون رنگ رنگ و من چی بود